شش ماه پس از ماجراجویی جنگی خامنه‌ای در غزه شاهد هستیم که بردار به تدریج به سمت سر مار در تهران و بیت خامنه‌ای میچرخد. روزنامه وال استریت جورنال طی مقاله‌ای که هفته گذشته در 8 فروردین منتشر کرد، سید کراپسی رئیس مؤسسه یورکتاون و افسر سابق نیروی دریایی آمریکا به بررسی جنگ غزه پرداخته و تأکید می‌کند که پیروزی در جنگ خاورمیانه به معنای پایان دادن به موجودیت ایران به عنوان یک تهدید منطقه‌ای است. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی. آقای امیرپناهی سلام می‌کنم به شما و از اینکه امروز با ما هستید تشکر می‌کنم. منم سلام میکنم به شما و همینطور سلام میکنم به بینندگان تلویزیون ایران آزادی و در خدمت شما هستم. بله، های امیرپناهی، در این مقاله نکات بسیار مهم تاکتیکی وجود داره، اما نکته ای که خیلی تو چشم میزنه اینه که به آمریکا و اسرائیل انتقاد میکنه و به اونا رهنمود میده که باید نقاط قوت رژیم آخوندی رو هدف قرار بدن. منظور از نقاط قوت رژیم میخواستم بپرسم دقیقاً چیه؟ بله، سوال بسیار مهم و کلیدی این مقاله همین که همطور که شما گفتین همینه. اما اجازه بدین قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، این سوال مشخص، مقدمتا روی اهمیت این مقاله یه توضیح کوتاهی بدم. ببینید، این مقاله توسط یه مؤسسه یورکتاون که یک افسر سابق نیروی دریایی آمریکا اداره میشه نوشته شده، اونم در روزنامه وال استریت جورنال منتشر شده. رژیم روزنامه وال استریت جورنال یکی از روزنامه‌های تأسیس‌گذار و مطرح آمریکاست که نقش خط دهنده داره، یعنی کارش خط دهندگیه، سیاست کلی آمریکا رو انعکاس میده. اسمش هم روشه وال استریت که قلب اقتصادی آمریکا هم هست. تو جهان سرمایه‌داری حرف اول رو در واقع اقتصاد میزنه. حالا وقتی این مقاله رو یه رئیس مؤسسه فکری و استراتژیست مینویسه، این تاثیرگذاری ضریب میخوره. این در مورد این، چون ارگان تخصصی این کاره، این در واقع مؤسسه. اما در مورد سوالی که مطرح کردید، ببینید، نقطه مثبت رژیم تو منطقه به کارگیری و سازماندهی نیروهای نیابتیشه. به این ترتیب با یک تیر دو نشون میزنه، هم با حمایت و سازماندهی و ترور تو کشورهای منطقه و جهان باجگیری میکنه و خطشون پیش میبره که خب نمونه های خیلی زیادی داره که من الان وقت نیست نمیشه بهش پرداخت، اینو میشه خیلی راحت اصلا دید تو تمام کارنامه رژیم. همین که مسئولیت نمیپذیره، اسمشو گذاشته عمق استراتژیک. چرا مسئولیت نمیپذیره؟ چون رفته پشت اینها پنهان شده و میگه من نیستم. تو همین جنگم شاهدش هستیم، در حالی که تسلیحاتو داره میده ولی مسئولیت به عهده نمیگیره و میگه اونو مستقل دارن عمل میکنن. حالا رحیم صفوی که به اصطلاح 2-3 هفته پیش به صراحت گفتش که ما اگر در مدیترانه نجنگیم باید در تهران بجنگیم، این در واقع تکرار حرفای خود خامنه ایه که بارها گفته و به طور مشخص توی خرداد 1397 به صراحت گفت که من آوردم. ببینید اینجا میگه که یکی از مؤلفه های قدرت عمق راهبردی ماست، حضور در این کشورهای منطقه که الان میگه که خاورمیانه و الان مثلا غزه، لبنان و اینها چیزهایی است که اساس و استخومندی و مایه قوام جمهوری اسلامی است. ببینید میگه مایه قوام جمهوری اسلامی است. من قبلا هم تو همین برنامه ها این توضیح ها رو دادم که به اصطلاح همین سر همین عمق استراتژی توضیح دادم. حالا حرف این مقاله چیه؟ این حرف خامنه ای. حرف این مقاله اینه، میگه که نیازی نیست تهاجم زمینی بکنی، فقط کافیه نیروهای نیابتیشو مورد تهاجم قرار بدی، اون وقت تضاد میریزه تو رژیم و بی‌ثباتش میکنه. حالا کجا؟ خودش اینطوری نوشته، یعنی کجا این ضربه رو میخوای بزنی؟ خودش اینطوری نوشته مؤثرترین رویکرد آنها، منظورش اسرائیل و آمریکاست، به خطر انداختن محور مقاومت و جایگزینی آن با کنترل مستقیم ایران بر قدرت شام که به عنوان سپر قانونی از آن استفاده میکنه. حالا حرف این چیه؟ میگه که
با حمله هوایی به نیروهای رژیم در سوریه کنترل رژیم در این محور رو باید چیکار کرد؟ از بین ببریم. چون سوریه یک سپره، یعنی دولت سوریه یک سپر قانونی برای رژیم، برای حضور رژیم در اونجا ایجاد کرده و از اونجا داره چیکار میکنه؟ پشتیبانی میکنه حزب شیطان رو توی لبنان. بله، خب این باعث گسترش جنگ میشه و آمریکا هم که خب همه میدونیم قانون گسترش جنگ نیست. این تناقض چجوری حل میشه؟ ببینید همه حرف همینه، اصلا انتقادی که به اسرائیل و آمریکا میکنه همینه، میگه شما گول پارت و پورتای رژیم خوردین. ببینید چی میگه، من از روش بخونم. میگه اسرائیل باید یاد بگیرد که در جنگ فرسایشی علیه یک دشمن بسیار بزرگتر، یعنی رژیم ایران، وارد بشود. پس میگه بابا تو داری اشتباه میزنی، باید بری سر مار اونجاست. ایالات متحده باید الزامات استراتژیک شریک منطقه خود را بپذیرد، یعنی عدم درک اصول اساسی درگیری منجر به سیاست بد و در نهایت فاجعه خواهد شد. بعدش هم به اصطلاح میگه که رژیم، یعنی در واقع دو تا اصل رو در واقع اینجا اگه به دقت کردید دو تا اصل رو اینجا آورده، میگه که باید روی سر مار متمرکز شد، الزامات استراتژیک یعنی تمرکز روی سر مار رو بپذیره، به آمریکا داره میگه، به اون میگه و این میگه. بعدش هم برای اینکه نگرانی رژیم رو در واقع بپوشونه میگه که رژیم ایران فاقد تسلیحات پیشرفته برای مقابله مستقیم با آمریکا و اسرائیل. ائتلاف نباید رژیم ایران که در شام و یمن قرار دارد فاقد انسجام یا توانایی تسخیر اسرائیل. در واقع از یه طرف میگه که رژیم توان رویاروی مستقیم با آمریکا و اسرائیل نداره، از طرف دیگه در واقع میگه که اون نقطه مثبتش هم در واقع از طرف دیگه در واقع میگه طرف دیگه اون نقطه مثبتش در واقع اون نیروهای نیابتیش هم توان تسخیر اسرائیل رو ندارن و اینو از جنبندی و تجربه 6 ماه جنگ داره میگه، چون هر جا سنبه پرزور شده رژیم عقب نشینی کرده، اگرچه خودش هم میدونه که ناتوانی و ضعف رژیم درونیه، یعنی مردم ایران هم که تا بن استخون از رژیم نفرت دارن، بنابراین فقط اینجا اومده توان جنگیشو اشاره میکنه. ما باید توجه داشته باشیم که در واقع این حرف الان بعد از شکست رژیم تو انتخابات داره میزنه، این مقاله این حرفو داره میزنه، اما الان تو این مقاله اومده تاثیرگذاری روی در واقع تسلیحاتشو به اصطلاح مطرح کرده. در حقیقت داره در واقع در حقیقت داره نقطه ضعف رژیم رو به اصطلاح برجسته میکنه که این چه وضعیتی رو در واقع تو منطقه آورده، یعنی در واقع نقطه ضعفش اینه که آقا تو نمیتونی، یعنی رژیم توان جنگ با توان جنگ مستقیم نداره، این از یک طرف، از طرفی نیروهای نیابتیش هم توان اشغال اسرائیل ندارن، پس برای چی نگران چی هستین؟ شکاف رژیم رو داره نشون میده در واقع تو اینجا. بله، پس آیا امیر پناهی با این اوصاف که شما گفتید ما فکر میکنم باید منتظر تغییرات جدی در جنگ باشیم، نظرتون چیه؟ بله ببینید دقیقا همینطوره، در واقع شروع شده، این تغییرات شروع شده، اولین حمله رو هم انجام دادن تو همین فرودگاه حلب که رژیم زیر پوش حضور قانونی تو سوریه که اسمشو گذاشته محور مقاومت به اصطلاح انجام داد. اونجا رژیم در واقع تو همون محور مقاومت یا همون از اونجا داره تسلیحاتشو برای حزب شیطان میبره و از اونجا حزب شیطان رو پشتیبانی میکنه. تو این حمله هم حدود 50-60 نفر از نیروهای رژیم به هلاکت رسیدن، یعنی از حزب الله و این نیابتیاش. این وزیر خارجه اسرائیل که از آمریکا برگشته بود به صراحت گفته بود که وزیر دفاع ما از مرحله مهار خارج شدیم و وارد مرحله تعقیب شدیم، مشخصا حرف اسم حزب و شیطان رو هم آورده، یعنی همین تغییر استراتژیک که روزنامه وال استریت جورنال بهش اشاره کرده بود که من چند تا از فاکتاشو خوندم.
اما این سیاست ببینید فقط محدود به غزه هم نیست، منطقه هم نیست، یک سیاست سراسریه. الان در واقع من به سلام موضوع پهپادهای رژیم، یعنی که داره به روسیه کمک میکنه، اینم الان دوباره مطرح شده. فاکس نیوز روز 29 مارس با جنرال کیت کلاک در واقع مصاحبه‌ای داره که این مصاحبه خیلی خوب داره این گستردگی رو نشون میده. ببینید میگه این نکته، اما نکته دیگر این است که در هر صورت شما یه دیر یا زود باید با رژیم برخورد کنید. تا کنون این کار نشده است. راه‌های مختلف برای این کار هست. شما حتما نیاز نیست به مرکز تهران بروید. می شود کارهایی کرد که به ایران پیام بدهید که این حملاتش دست بردارد. مثلا آنها کشتی جاسوسی در دریای سرخ دارند. خب این می شود اینو به اصطلاح غرق کرد. ببینید این فاکت خوب به خوبی در واقع نشون میده که بردار دقیقا به سمت سر مار چرخید، محدودم به مثلا منطقه خاورمیانه و اینها نیست، چون اومده توی اوکراین هم داره دخالت های رژیم تو جنگ اوکراین هم داره برجسته میکنه. الان دیگه این مجاهدین و نیروهای شورای ملی مقاومت نیستش که میگفتن سر مار تو تهرانه و این در واقع ضعف رژیم، نه قوتش. الان این بنیادهای فکری و فرماندهای نظامی آمریکا هم هستن که مستمر دارن روی این موضوع تاکید میکنن و این نشون میده که یک چیزی چرخیده تو سیاست ها. بله، با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید، خیلی ممنون. منم تشکر میکنم از این فرصتی که به من دادید.